سلام میخوام یه کتاب پرفروش و خوندنی رو به شما معرفی کنم دو کتاب پرفروش و خوندنی یکی انسان خداگونه یا تاریخ مختصر آینده یکی هم انسان خردمند یا تاریخ مختصر بشر من چاپ دوازده همشو دارم 64 هزار تومن خریدم این کتاب رو و اونم 64 هزار من با دلار اون موقع اوایل امسال دلار این موقع اگر باعث شده باشه که ناشر کتاب رو گرون کرده باشه باید حق به ناشر داد این کتاب رو فرهنگ نشر نو منتشر کرده این کتاب پرفروش و خوندنی چون همه کتاب های پرفروش خوندنی نیستن این هم پرفروش هم خوندنی اگر دوست دارید بدونید که ما چی شد که اینطوری شدیم یعنی رو دو پا میریم بعد دیسک گردن داریم دیسک کمر داریم بعد شکممون گنده است بعد میخوریم و میآشامیم اما سیر نمیشیم سیرمونی نداریم چاق میشیم دنبال رژیمای لاغری هستیم این کتاب رو بخونید ما برای اینکه رو دو پا بلند بشیم چیا دادیم و چیا به دست گرفتیم انسان ها چطور تونستن شرکت بزنن و شرکت زدن چگونه تونست که ما رو از دیگر موجودات و مخلوقات جدا بکنه اینکه ما چطور به رأس حرم قضایی رفتیم کلی مطلب توی این کتاب هست درباره ما انسان های هوشمند انسان های خردمند انسان هایی که بهشون میگن انسان هوشمند و خردمند که هم اونا از ما هم ما از اوناییم اونایی که احتمال داره که با ناندرتال ها جنگیده باشن اصلا ناندرتال ها کیا بودن انسان های هوشمند کیا بودن انسان راستقامت کی بود چند نوع انسان روی کره زمین زندگی میکرد همه این پرسش ها توی این کتاب و بعدا در اون کتاب هست که ما در آینده چه خواهیم شد و چه کارا خواهیم کرد من اگر به دوران پارین سنگی و نوسنگی اسید پارینه سنگی قدیم میانه و جدید یا فرا پارینه سنگی این کتاب رو بخونید و یادتون باشه که داستان این کتاب فقط در اروپا و آفریقا اتفاق نمیافته در کشور خود ما پناگاه های و سایت های مهم پارینه سنگی وجود داره قدیم میانه و نو که میتونید در پایگاه خبری گلبنی وقتی که معرفی و نقد این کتاب رو میخونید ویدیوها و مستندهایی درباره اصر پارنسنگی به ویژه در منطقه لورستان به ویژه در دره خورم آباد مطالعه بکنید مثل قار کلدر که یکی از قارهای مهم دوران پارنسنگی در قرب آسیاس قار کنجی اشکفت قمری که چسبیده به خورم بالای گردابسنگی چند دقیقه پیاده روی کنید به اشکفت قمری میرسید که یکی از مهمترین قارهاییه که در دوران پارنسنگی انسان ها در اونجا زندگی میکردن در ایران در جای جای ایران ابزار و ادوات و وسایل غذاخوری انسان در دوره پارنسنگی چه انسان های خردمند و هوشمند چه ناندرتال ها به دست اومده و جالب بدونید که کشور ما ایران یکی از اون جاهایی بوده که این پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ های ما زندگی میکردن و اگر خیلی این کتابو دوست داشتید میتونید به موزه ایران باستان برید طبقه دوم و ببینید آثاری رو که از دوران پارن در جای جای ایران به دست آوردم اینجا به نمایش گذاشتم میتونید ببینید و لذت ببرید این کتاب 623 صفحه است و, صفح و کتابخونها در دو روز میتونن این کتاب رو بخونن چون راحت و روون و خوندنیه و کلک این کتاب رو دو روزه میشه اون یکی کتاب هم میشه دو روزه خوندش حالا شما سه روزه دو تا سه تا شش تا یه روزم بهتون اضافه فرجه میدیم یک هفته ای واقعا دوتا کتاب رو میتونید بخونید نگید وقت ندارم از اینستاگرام و تلگرام و این فضاها کم بکنید و این دوتا کتاب رو بخونید از کتابخونه هم احتمالا بتونید امانت بگیرید هرچند که خیلی از کتابخونه ها دیر دیر این کتاب های تازه چاپ رو میارن یه کتاب های گرون رو اما واقعا ارزش داره به اندازه دو تا پیتزای پپرونی شما پسنداز بکنید و این کتاب رو بخرید همیشه توی خونه باشه چون مراجعه میکنید بهش و دوست دارید برخی از فصل این کتاب رو دوباره بخونید خیلی ازتون متشکرم این اولین بخش معرفی کتاب که در پایگاه خبری گلونی و از کانال آپارات تقدیم شما میشه اگر دوست داشتید خب میتونید به دیگران هم بگید بیاید ببینید که این رضا ساکی اینجا چی گفته کتاب معرفی کرده برای ما که چرا ما رو دو پا داریم راه میریم و چرا پرخوری میکنیم و این جنای سی چهر هزار ساله داره چه بلایی سر ما میاره اگه خیلی دنبال رژیم راغری میگردید دو لاغر بشید کتابو میخونید کلا خیالتون راحت میشه و تا آخر عمر همون پرخوریت ادامه میدید و میفهمید که بعضی از کارهایی که ما داریم میکنیم مثلا دست خودمون نیست برمیگرده به چل هزار سال پیش کتاب کتاب خوندنیه و این ویدیو رو هم اگر دوست داشتید به اشتراک بگذارید خیلی از شما متشکر و سپاس گذارم کلن کتاب بخونید چه از این کتاب های چند و کت چه از این کتاب های و باریک و جیبی خیلی از شما متشکرم